انجیل یوحنا تقریباً دو نسل پس از مصلوب شدن عیسی مسیح به نگارش درآمد. در آن دوران کنترل شهر اورشلیم در دست امپراتوری روم بود. اگرچه مصلوب نبودن نوع روش اعدامی بود که رومیان آن را ترجیح می‌دادند، ولی یهودیان نیز مخالفتی با آن نداشتند. عیسی و شاگردان اولیه او یهودی بودند. انجیل یوحنا نمایشگر دورانی است بسیار منحصر به فرد. در دورانی که تضادی آشکارا بین کلیسایی در حال شکل گیری و جامعه یهودیان مذهبی بسیار مشهود است. این فیلم بر اساس انجیل یوحنا تهیه گردیده است. انجیل یوحنا. در ازل کلمه وجود داشت، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او هیچ چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. خدا نبی خود را فرستاد، مردی به نام یحیی. او آمد تا به مردم درباره نور شهادت دهد، تا همه پیام را بشنوند و ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد، آن نور واقعی، آن نور که در حال آمدن بود و همه آدمیان را نورانی می کند. او در جهان بود و خدا جهان را به وسیله او آفرید، اما جهان او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی قوم خودش او را قبول نکردند، اما برخی او را قبول کردند و به او ایمان آوردند. او به ایشان این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. ایشان در اثر تولدی معمولی فرزندان خدا نشدند، یعنی در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی متولد نشدند، بلکه خود خدا پدر ایشان بود. کلمه انسان شد و پر از فیض و راستی در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر. شهادت یحیی این بود: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک‌تر است او را شناسانید.